سلام عرض می کنم خیر مقدم عرض می کنم تشریف فرمایی همه ادبا اندیشمندان دانشمندان خردمندان هنرشناسان و هنرمندان سرزمین مادری ما ایران عزیز من به عنوان یک شاگرد کوچه که عرصه هنر خیلی خودم و مدیون آقای علی دهباشی میدونم برای کوششی که برای برگزاری این شب عزیز به سمر رسوندند درباره آقای فخرالدین فخرالدینی یک سینه سخن دارم اما مجال این جلسه به من اجازه نمیده که بگویم خصلت کار او چیست از کجا آغاز کرد چگونه قطع کشید و بعد خواهم گفت که رازهای ناگفته خانواده فخر دینی رو خارج از آنچه که در جدول برنامه امروز اعلام شده در حد یکی دو سه دقیقه از زبان ادیب فاضل و هنرشناس عزیز علی هاشمی خواهید شنید او جزو جدول کسانی نیست که قرار باشه سخن بگوید ولی دعوت منو حتما این مرد عزیز میپذیرد فخرالدین فخرالدینی در آستانه هشتاد سالگی همچنان سرشار از انرژی کار میکنه و الهام بخش همه جووناست و بارها وقتی که با هم نشستیم و برخواستیم از اینکه که میدید جوانانی رو که او در دانشگاه ها زیر دست خودش تربیت میکنه دارن قد میکشن و بالا و بالاتر میرن تبدیل به یک سرف میشن به من میگفت زهی سعادت این نکته خیلی خیلی مهمه دو سه جور باید که به آقای فخر و دینی من تبریک عرض کنم استاد عزیزم فرهاد فخر و دینی خیلی چیزا رو گفتن اما نگفتن محشید خانم امینی بانوی بزرگ خاندان فخرالدین فخرالدینی به عنوان ستون اصلی خانه و خانواده چه نقشی رو چه بستری رو از آرامش برای کار نقاشی استادم آقای فخرودینی برای کار عکاسی استادم فخرودین فخرودینی فراهم آوردند صاحب خانه به راستی زن اون خون است و من سر تعظیم فرود میارم پیش از آنکه پای استادم رو ببوسم به سوی بانو امینی احترام و ادای احترام میکنم به خاطر اینکه فرزین عزیز دانش آموخته دانشگاه کسی که از آب و گل در اومد و قد کشید و یکی از سرمایه های جوانان این سرزمین عزیز هست همینطور محشید که آرشیتکت شد و ما به او میبالیم اینها چیز کمی نیست که بچه های ما از آب و گل بیرون بیاند در حضور محضر, محضر استاد عزیزم در محضر استاد عزیزم جناب آقای دکتر ابراهیم باستانی پاریزی که افتخار شاگردی ایشون رو از زمان نوجوانی تا به امروز داشتم و کتاب‌های ایشون شاید از قد من بالاتر هست نمیتونم حرف بزنم در محضر سیمون و بقیه دوستان و بزرگوارانی که چشم‌های اونا می‌درخشه اما بذاریم بریم سراغ پورتره چشم قوی ترین بخش صورت انسانه و چشم نمیتونه دروغ بگه فخرالدینی نقاشی میکنه با نور عکاسی نمیکنه او قبل از اینکه وارد دنیای عکاسی بشه نقاشی رو تجربه کرد و ما سه دوره کارهای نقاشی او رو توی همین سالهایی که گذشت دیدیم دکتر محمد سریر به خوبی به یاد میارن امیدوار هستم که تایید کنن سخن من رو یکی کاخ سعدآباد بود که نقاشی های ایشون رو میدیدیم رنگ و روغن و آبرنگ بسیار ظریف و لطیف و شاعرانه سبک رئالیسم و بعد در راهروها دیوارهای گسترده فرهنگسرای نیاوران شاهد جلوگری زیافت تمام نور و رنگ و فرم و زیبایی های خلقت و همه اون چیزهایی بودیم که رالیستا بعد از پیدایش عکاسی گفتن ما باید که در جهان نقاشی اینو کنار بگذاریم و بیام بریم کاری بکنیم که دوربین عکاسی نمیکنه. در حالی که الان اگر که به تابلوی سفید جاته ایشون نگاه کنید میبینید که تک تک تمام آنچه که در قاب تصویر میبینید اونقدر طبیعیه که ما بهش میگیم سه و, و بعد دلمون میخواد دست دراز کنیم و حجم اونو رنگ اونو سایر روشنهای اونو به راستی میپذیریم بعد یه تابلو پایین دو تابلو زمستانشون مشت نمونه خرواره اما همه استادانی که در کلاس‌های دانشگاه‌های این سرزمین عزیز درس میدن می‌دونن که قواعد عکاسی از جهان نقاشی آمد مثلا نورپردازی کلاسیک رو همه بهش میگن نورپردازی راند برای اینکه همه یعنی عکاسی وام گرفته از هنر نقاشیه و او پیشا پیش ورود به دنیای عکاسی نقاش بود و به این دلیل است که کارهای او ماندگار است نکته ای که باید بهتون عرض بکنم این است که ایشون علاوه بر این که چندین نمایشگاه در آلمان داشتند سالهای سال در دانشگاه هنر بعد از سال 1364 که در کنکور سراسری دانشگاه های ما در این خاک عزیز اعلام کرد که من دانشجوی دوره لیسانس می گیرم و بعد اعلام کرد که حالا ما دانشجوی دوره فوق لیسانس میگیریم و دانشجویان جوانان این سرزمین امتحان دادن وارد دانشگاه هنر، دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگه شدند الان این رشته در تقریبا تمام دانشگاه های هنر ایران هست و به یاد میارم که همونجوری که کاستلانی درباره لوناردو داوینچی میگه لئوناردو از این پله ها بالا رفت در گوشه اون ستون نشست به رودخانه نگاه کرد من میخوام بگم که در اون فضا من وقتی که راه میرم میبینم که فرهاد فخرالدینی در راهروهای دانشکده های هنر ما داره راه میره برای اینکه بتونه فرزندان ما رو رشد بده و بهشون عکاسی رو یاد بده بدترین شکل عکاسی پورتری اینه که به نظر من به جای اینکه بگیم نگاه با آدم ها حرف بزنه همونطوری که استاد عزیزم آقای فرهاد فخر دینی شتاب زده از این موضوع رد شدن به جای این موضوع بیان بگیم که این آدم چه کار است اگه سعید نفیسیه اگر دکتر ابراهیم باستانی پاریزیه پس او رو کنار کتابخونه ازش عکس بگیریم این چه جوری اون وقت وقت میزنه یعنی ضعف داره در حالی که او صاحب سبکه نام فرهاد فخرالدینی به عنوان یک عکاس و هنرمند صاحب سبک که در تاریخ هنر معاصر ایران ثبت میشه بیشترین کارهای نقاشی ایشون درسته که رنگ و روغنه ولی کارهای آبرنگ ایشون رو هم باید ببینیم وقتی که کار تموم شد وقتی که برای استراحت کوچیک رفتیم بیرون خواهش میکنم به تابلوی کلاردشت او به تابلوهای دیگری که توی نقاشی چرا برای اینکه همه سرمایه و پایه موفقیت آقای فرهاد فخرالدینی فخرالدین فخرالدینی ریشه در هنر نقاشی داره هنر والای نقاشی که تاریخش به چهل هزار سال در تاریخ هنر جهان میرسه دوستی او با جوزف کارش خیلی تأثیر گذاشت درسته که او از سبک آنسل آدام بحر جست اما به نظر من بعد از اینکه از همه بزرگانی رو که می شناخت و با اونها هم نفس بود بهره گرفت خودش صاحب سبکه من باید اینجا یک جمله بگم و این تریبون رو که وقت عزیز شما هست ترک بکنم خورم دل آن که از تبارش ماند خلفی به یادگارش این مال نظامی گنجویه خورم دل آن که از تبارش دو بار خوندم به دلیل که یکی تبار فخر و دین فخر و دینی دانشجویان او هستند که امروز استاد هستند و یکی دیگه فرزندان او هستند یعنی فرزین و محشید خرم نگین <applause> از بس محشید خانم ماشاءالله جوونم ولی با این قیل و قالی که با این قیل و قالی که ف... استاد عزیزم فراد فخرالدینی از گذشته فخرالدین فخرالدینی تعریف کردن شما چه کردید در این سی سال خدا داند برای اینکه یه مردی مانند او اصلاً آرام و قرار نداره علاوه بر اینکه گریز پاست علاوه بر اینکه خوابیدنش و بیدار شدنش و راه رفتنش و غذا خوردنش ساعت و دقیقه نداره اصلا یک کسی است که در هیچ ظرفی جا نمیگیره مثل مثلا پدر من که یک کارمند کوچولو بود یا مثل خود من که کوچولوتر از پدرم هستم این مرد یک شخصی است که نمیتونم بگم اینو بهتری که سیف الله سمدیان بیاد و به زبان زیبای آذری درباره او بگه بگیم چی بگیم مرد بی بیقرار. بیقرار چی ستایشگر زندگی و هستی همه آنچه که در هستی و فلسفه هستی میشناسیم نزد او الهام بخش برای خلق آثاری که ماندگاره یک لحظه یک لحظه به عدسی دوربین فخرالدین فخرالدینی نگاه کنید جاودان میمانید متشکرم